با ما همراه باشید با ایران آزادی. آخوند سلیمانی اردستانی: 99% فقهای شیعه ولایت فقیه را قبول ندارند. آخوند سلیمانی اردستانی در دیدار با شبکه دیدار نیوز اعلام کرد که به قرائتی از اسلام اعتقاد دارد که فقط تشابه لفظی با اسلام رسمی و رایج دارد. عبدالرحیم سلیمانی اردستانی از آخوندهای قم در مصاحبه با سایت حکومتی دیدار نیوز رژیم 21 تیر ماه گفت: من فکر نمی کردم در حکومت خمینی کسی به ناحق کشته بشود. فکر نمی کردم کسی شکنجه بشود، ولی بعد دیدم که رخ داد. 99% فقهای تاریخ شیعه ولایت فقیه را قبول ندارند. به قول آیت الله منتظری، فقط متأخری، اونم از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نیست. کسانی که ولایت فقیه را قبول دارند، اون هم به شانس است. سلیمانی اردستانی: خمینی زیر قولش زد. عبدالرحیم سلیمانی اردستانی در ادامه افزود: خمینی تصریح کرد که من میروم، مینشینم و موعظه میکنم. اصلا روحانیت نمیخواهد بیاد تو کار اجرایی. این را گفتند. جمهوری یعنی جمهوری که همه جا هست، منم هیچ کارم. یعنی چی؟ و روحانیت هیچ کار است؟ یعنی چه؟ یعنی چیزی ما نداریم که نمیخواهیم ارائه بدیم به اسم حکومت. وقتی صحبت از ولایت شد، اون وقت اومدیم تو قانون اساسی یک چیزی نوشتیم به نام ولایت فقیه. اینقدر قدرت بهش دادیم که من برای پیامبر اینقدر قدرت قائل نیستم. من برای علی اینقدر قدرت قائل نیستم. علی اینقدر اختیار نداره. پیامبر را خداوند بهش میگوید در مسئله حکومت با مردم مشورت بکن. چه سیاست کلی، چه سیاست جزئی، این پیامبر باید مشورت بکنه. همه چی را توی قانون اساسی نوشتی. اونی که وعده داد با اونی که قانون اساسی ما را میگویی نه جمهوری است نه اسلامی. آخوند سلیمانی اردستانی در بخش دیگری از مصاحبهش با اشاره به یکی از اصول قانون اساسی رژیم میگوید: طبق این اصل فقط مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان به عنوان اقلیت دینی شناخته شدند و بقیه اقلیت‌ها هیچ حقی ندارند. این در حالی است که حق شهروندی حق هر انسانی است و کسی را نمی‌توان به دلیل باورهای اعتقادیش از انجام امور بر اساس باورهایش باز داشت.